السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر من سوال کردن که از وقتی که اونا به یادشان می آید به دنیای دیگری در ارتباط هستن، در حدود 10-11 ساله بودن، نصف شب بیرون می رفتن در صحن اولی و در تاریکی، و بعد از او پدرشان متوجه شده که اید بیرون میره و بعد از او اجازه نمی دادن. اما حال اونا می آن که بعد از 12 سالگی به بعد حالتشان خرابتر شد و اینا میگن که از دنیای جنیات اینا رقم رقم جنیات هم میبینن، بعضیش به شکلهای عجیب و غریب هستن، نیم تنهایی هستن، نصف بدنشان نیسته و به شکل ابر هم هستن. وقتی که جای میرن میگه جنیات، اگر در اونجا جنیات باشه اینا دنبالش میکنن. اینا میگن که اینا نمیترسن، اما نگران هستن که بالاخره چی خواهد شد. و 21 ساله هستن و از وقتی که خودش میشناسن با همی چیزا سر و کار دارن، احساس میکنن که بسیار اینا را دوست دارن و در این مورد اینا گفتن که در فامیل متولد شدن که اونا از نگاه اعتقادی به دین پابند هستن، موسیقی گوش نمیکنن، عروسیان نمیرن، حجاب میپوشن، تلاوت قرآن میکنن و با قرآن علاقه خاصی دارن. و اینا از ما سوال کردن که چرا جنیات با اینا چی کار دارن که همیشه دنبال اینا میرن، و این سوال ها را از قبل این سوال ها خواهر ما کردن. خواهر گرانقدر و مسلمان ما، جنیات حق است، اونا موجود هستند، موجودات هستند که قبل از انسان ها در زمین زندگی میکردن، موازی با انسان ها زندگی خودشان را دارند. خب وقتی که یک طفل در 10 سالگی 12 سالگی از خانه بیرون میبراید و او در تاریکی می باشه، در حقیقت این به این معنا است که جنیات در بدن از او است. انسان نمی تونه که جنیات را ببینه، هیچ انسان نمی تونه که جنیات را با چشم خود ببینه، و اگر او را می بینه او به خاطر ازی است که در بدن خودش یک جن جا به جای می باشه، در بدن خودش یک جن هست که او جن از طریق چشم های زی دیگه جنیات را میبینه، و چون او جن در داخل بدن زی اسیر است، بند مانده، بیرون برامده نمیتونه، اما او میخواه که جنس خود، جنیات خود ببینه، با اونا معاشرت بکنه، با اونا صحبت بکنه. و از او خاطر چون در داخل جسم یک انسان است، پس چون معمولا جنیات بعد از نماز شام، همین نماز عصر که رو به قضا رفتن شد، وقتی که آفتاب غروب کرد نماز شام داخل شد، بعد از او جنیات بیرون میبرایند. و این حدیث مبارک رسول کریم صلی الله علیه و سلم است که بعد از نماز شام جنیات به اطراف زمین پراگنده میشوند و اونها بچه ها و تمام اینای خود را به هر طرف پراگنده میکنند و تا در داخل خانه های انسان ها نفوذ بکنن و شر افغان های شر بیفگنن، و اونا به می شکل به کار خود از طرف شو ادامه میتن. پس رسول مبارک میگه صلی الله علیه وسلم، شما اطفالتان را با مجرد که نماز شام داخل شد، از بیرون از کوچه و بازار اطفالتان را به خانه عاجل ببرید، به خاطر که ممکن است که به اینا آسیب برسه. اما وقتی که یک طفل شب میبرایه، دلیلش این است که قبلا در جسم از این جنیات هست و او جن در بدن از این ترپ شده، بند مانده، خارج شده نمیتونه، و او شاید میخواه مادر خود ببینه، پدر خود ببینه، برادر و خواهر خود ببینه، یا همجنس خود ببینه، دق میاره. پس او چی میکنه؟ با افکار امون نفر قسم پلی میکنه که او را باعث میشه، برش میگه که بخی استاد شو، برو برای بیرون، تا او امو امجنس های خوده، امو جنیات خوده در بیرون ملاقات بکنه و ببینه، و شاید پدر و مادرش باشه یا هر کسی که باشه در اونجا، اونا هم میخواینی را ببینن. و این شکل اونا، چون اینا میتونن که در گوش انسان ها وسوسه ایجاد بکنن، اینا میتونن که در افکار انسان افکار را زرق بکنن و به او شکل انسان ها را از داخل خانه به بیرون خانه میخواین تا جنیات دیگر ملاقات بکنن. خب چگونه این جنیات داخل جسم اطفال میشه؟
اینجا چندین حالت است. یک حالتی است که در حدیث مبارک داخل شده که وقتی که زن و مرد با هم همبستری میکنن و اونا نام الله سبحانه و تعالی را نمیگیرن، بسم الله نمیگویند و دعایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در انگام همبستری برای امت تجویز دیده او دعا را نمیخوانند، که او دعا خیلی مهم است که در او دعا مرد و زن به الله پناه میبرند از شر شیطان و به الله پناه میبرند و به الله میگن که یا الله، اگر امشب به ما طفلک را نصیب ما میکنی، نصیبه شیطان را از او دور کو، یعنی در طفل ما نصیبه شیطان نباشه. و وقتی که این دعا را میکنن، بعد از او با هم همبستری میکنن، انشاءالله که به اذن الله سبحانه و تعالی اگر آن شب قرار باشه که در بطن ای مادر طفلک تکوین بکنه، نطفه تکوین بکنه، پس الله سبحانه و تعالی او را از نصیبه شیطان محفوظ میداره و شیطان را از ای که دو دخالتی داشته باشه یا نصیب داشته باشه یا هایبرید شوه. هایبرید یعنی جسمش از انسان است اما در داخلش جن است. پس او وقت چون ای خدا به الله سپرده، چون ای از کار را خانده، چون ای به الله پناه برده و به الله دعا کرده ای پدر و مادر که یا الله، اگر امشب در بطن زن ما طفلک در آلت تکوین نطفه هست یا با ما اگر طفلک میتی و عطا میفرمایی، نصیبه شیطان را از او چیکو دور داشته باش و شیطان را از او محروم بکن. پس در اون صورت ملک های اونجا هست که اونا آمین میگوین و اونا نمیگذارن که شیاطین داخل رحم مادر شوه و در او طفلک یا جنین نصیبه داشته باشه. پس او طفلک وقتی که به دنیا می آید، او طفلک است که با بسم الله آغاز تکوین نطفه کرده، با دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم، با اذکار نبوی صلی الله علیه و سلم او تکوین نطفه کرده، در او برکت است و شیطان در او نصیبه نداره. پس این انسان نرمال است و ای که تولد میشه انسان پاک، متقی، نمازخوان، خدا ترس بار می آید. یک موضوع. اما وقتی که انسان خدا به الله نمی سپاره و از کار همبستری را نمی خواند، پس در او صورت شیطان می تانه که در او طفلک نصیبه خدا داشته باشه و امو وقت است که شیطان در رحم داخل می شه و در جنین یک نصیبه از خود را می داشته باشه و ای را به نام المغربون می گویند و این نوع اطفال است که بدنشان بدن انسان است اما نصیبه شیطان یا جن در اونا هست. اگر نصیبه شیطان باشه که جن کافر است، آذان سر ازی بد می خوره، قرآن سر ازی بد می خوره و این چیزها هست. اما اگر در او نصیبه یک جن مسلمان باشه که بعض جنهای مسلمان هم گناهکار هستند، مسلمان هستند، اما طوری که ما گناه میکنیم، اما طوری که ما گناهکاران هستیم، مسلمان ها گناه های مختلف اینا مرتکب میشن، جنیات هم گناهکار دارن اما مسلمان هستند. پس وقتی که اونا داخل جسم متفلک یا جنین در مو وقت در رحم میشه و ای طفل به دنیا میآید و او جن مسلمان میباشه، پس با قرآن مونس می باشه، در مقابل آذان اساسیت نمی داشته باشه و می تونه که او حتی در حفظ قرآن در بعض مسائل بسیار اشتیاق خاصی هم داشته باشه. پس این دو نوع انسان ها در اثر بی احتیاطی و در اثر نخواندن اذکار نبوی صلی الله علیه و سلم و در اثر پناه نجستن به الله سبحانه و تعالی در بطن زن یا خواهر
هیچی میشه تکوین نطفه میکنه. خب این یک موضوع مقربون. تا به حال ما اصلا نمیشناسیم کسی را که اطفال مقربون بوده باشه و یا بزرگ شده باشن، جوان شده باشن، کلان شده باشن، عروسی کرده باشن و امو جن مسلمان یا شیطان کافر که در وقت مجامعت زن و مرد در رحم مادر داخل شده و تکوین نطفه کرده و ای بزرگ شده، ما تا به حال چنین کس را سراغ نداریم که مقربون باشه و این جن یا شیطان از بدنش خارج شده باشه. یعنی تا به حال چنین نشده، با رقیه هم نمیشه، با قرآن هم نمیشه. اما اگر انسان سعی بکنه در عبادات خود، در نمازهای خود، در تهجد خود، در تمام امور خود، ممکن است که امو شیطان اسلام بیاوره و او مسلمان شود. خب این یک نوع از جنی هست یا شیطان هست که در بدن جنین داخل میشه، یعنی در شب اول زفاف اونموجه در نصیبه امو طفلک میباشه. نوع دیگری که هست او قرین ها هست. قرین هم از جنس شیطان است. جن هست اما مسلمان نیست. تمام انسانهایی که در دنیا خلق شدن در وجود اینها یک قرین هست، حتی در وجود رسول مبارک صلی الله علیه و سلم هم قرین وجود داشت. و وقتی که یه حدیث مبارک رسول مبارک صلی الله علیه و سلم گفت، در این وقت بی بی عایشه صدیقه مادر مؤمنان رضی الله تعالی عنها پرسان کرد که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس شما هم قرین دارین؟ و رسول مبارک گفت صلی الله علیه و سلم، بله ما هم قرین دارم، اما مرا جز به امور نیک به دیگه چیزهای ترغیب نمیکنه. یعنی به این معنا که قرین رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان شده. اما از انسان ها امکان نداره که مسلمان شوه. از تمام انسان هایی که در روی زمین است قرینهایشان شیاطین هستند. از اون خاطر اکثرت انسان ها را میبینن که اعمال انجام میتن که بدتر از اعمال شیاطین است. زناکار زنا میکنه و توبه را بعید فکر میکنه، هیچ وقت نمیخواد توبه بکنه، با مشکر با زنایش میمونه. قاتل قتل میکنه و توبه نمیکنه و حتی خوشم نداره که توبه بکنه. زن بد حجاب وقتی که برش نصیحت بکنی که هی خواهر، عذاب قبر داری، عذاب برزخ داری، ای دنیا 80 سال 90 سال شاید زندگی کنی، اما در زیر قبر در عالم برزخ شاید 1000 سال، شاید 2000 سال، شاید 3000 سال زندگی بکنی و عالم برزخ عذاب داره، عذاب میبینی، تو به دلسوزی برش میگویی، اما او خواهر به بسیار لعن خراب بالای تو القاب بسیار بد و زشت را میگذاره و تو را چی میکنه؟ به بسیار الفاظ بد تهدید میکنه. پس این قرین ها هست. اگر انسان به طرف الله نزدیک شده بره، قرآن بخونه، عبادت بکنه، تهجد خدا ادا بکنه شبها و ای امور نیک انجام بده، صدقات و خیرات بده و نهایت سعی خدا بکنه که حدود الهی را حفظ بکنه و حدود الهی را نشکنانه و مصداق امو حدیث مبارک که وقتی که الله را حدودش نگاه بکنه، الله هم ای را نگاه میکنه. پس در او صورت قرین یا ضعیف میشه و یا به کلی قسم میشه در بدن ازی که اون نمیتونه کدام عمل خلاف را در مقابل ازی انجام بده. اگه وسوسه کرد، چون این تقویش قوی هست، تقوی خوب داره و ایمان قوی داره، پس نمیتونه ایره وسوسه بکنه و به هر شکلی که بخواد که ایره به طرف بیراهه بکشنه نمیتونه، چون ای با تقوی خود، با عمل نیک خود، با صالحات خود چی میکنه؟ اصلا به وسوسه قرین گوش نمیده. پس ای موضوع قرین است و اون موضوع المغربون است.
قرین در بدن هر انسان است. پس قرین میتونه در بدن انسان ضعیف شوه یا میتونه که خیلی قوی شوه. پس انسانی که به الله سبحانه و تعالی خود نزدیک بسازه، قرآن بخونه، عبادت بکنه و اعمال صالح و صالح از او سر بزنه، پس در او صورت قرین ضعیف میشه. و در غیر از او اگر انسان به لاو لعب بپردازه، 24 ساعت موسیقی گوش کنه و لاو لعب و دراما و این آن، پس قرین قوی میشه. به مخاطر است که انسان نصیحت پذیر نمیشه و احکام اسلامی و فرمایشات قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم بر از او بسیار گران میآید و او نمیخواهد که این چیزا را زیاد گوش بکنه و در مقابل احکام اسلامی نوعی از حساسیت نشان میده. خب این بود موضوع قرین. و ما در موضوع شیاطین و جنیاتی که در وقت تکوین نطفه در بطن مادر اونا نصیبه دارن با جنین بحث کردیم. پس با او شکل جنیات خارج شدن از بدن انسان خیلی خیلی مشکل است، به نهایت مشکل است و ما سراغ نداریم که چنین بیماری و کسانی که با چنین حالت بیمار شدن یا شیطان و یا جن در بدن اونا در اون وقت تکوین نطفه داخل شدن از بدن از این بعدها خارج شده باشه. در تاریخ ما چنین چیزی نداریم. حالت دیگه ای است که وقتی که طفلک ها کلان میشن، بعد از اینکه کلان میشن 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله یا هر سال دیگه، جنیات در بدن اینا به نوعی داخل میشن. و این قسم است که در یک خانواده وقتی که جنیات نفوذ کرد در بدن پدر و مادر ازی یا خواهر و برادر ازی داخل میشه و بعد از او آیسته آیسته میخواید جنیات که اطفال خود یا امو اعضای خانواده خود در بدن اعضای خانواده به شکل داخل بکنه. و سحر، خود سحر و جادو اصلا از جنیات است، از انسان ها نیست. و اینا میفهمن که چی رقم انسان ها را سحر بکنن و حتی جنیات میتونه که انسان ها را زخم چشم بزنن. از اون خاطر بعضی از بیماری های مختلف برای انسان ها میرسه که بیماری ها لاعلاج است و طبابت و ساینس نتونسته که این بیماری ها را علاج بکنه. از اون خاطر هست که رسول مبارک صلی الله علیه و سلم برای زنان میگه که شما حجابتان را به سر بکنین و اگر شما بفهمین این به فایده خودتان است. و این امر قرآن هم هست که حجاب برای زنان خیلی مهم است. و همچنان از تصویر و نشر تصویر و آویزان کردن از این در خانه پرهیز بکنین، چرا رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم در خانه ای که تصویر باشد در اونجا ملک داخل نمیشه. اما ما میبینیم امروز چقدر در فضای مجازی تصاویر خود ما نشر میکنیم و بر علاوه که ما این خیانت برای خود میکنیم، خیانت بزرگ را بر اطفال خود هم میکنیم و تصاویر اطفال نازنین خود در پروفایل های فیسبوک و غیره و غیره ما خود ما به دست خود را میگیریم نشر میکنیم. و امو است اگر شیاطین به این زخم چشم بزنن، به اذن الله سبحانه و تعالی زخم چشم شیاطین به اینا میرسه و او طفلک بیمار میشه و مریض میشه. از ما خاطر ما بیماری های مختلف داریم، آتیزم است و بعضی بیماری های دیگه هست که لاعلاج هستن، چون این زخم چشم از سوی شیاطین به اینا رسیده. پس این بود انواع مختلف بیماری هایی که من خدمت شما از موجودیت جنیات در بدن انسان ها که را ایجاد میکنن ما بحث کردم. و حالت شما خواهر نظر به چیزایی که من تشریح کردم، شما ببینید که در کدام کتگوری میایین، در کدام این بخش ها شما میایین. اگر از بسیار سنین پایین در بدنتان بوده، پس او المغربون است. و اگر در سنین بالا پیدا شده، پس بعدها این جن پیدا شده در بدنتان. پس شما زیاد قرآن بخونین، سعی بکنین که سوره بقره را روزانه بخونین. هر روز 10 دقیقه قبل از نماز، 10 دقیقه بعد از هر نماز سوره بقره را بخونین و روزانه 3 ساعت شما قرآن تلاوت بکنین. بمیشه منوال ادامه بتین و تهجدتان را هم ادامه بتین. و شما این دعا را من براتون میگم، دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این دعا را همیشه ورد زبان بکنید و همیشه این دعا را بخونید.
أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. تتصل بارتم بكم. أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. این دعا را زیاد بخوانین، خصوصا در نمازهایتان قبل از اینکه شما سلام در میتین این را بخوانین و همیشه کوشش کنین ورد زمان داشته باشین این و این دعای است که شما به الله سبحانه و تعالی پناه میبرین از اینکه شیاطین یا انسانها به شما ضرر برسانه و یا اینکه از اینکه الله سبحانه و تعالی انسانها را مورد غضب قرار بده و یا اینکه شیاطین خدا به شما نشان بده و این بهترین دعا هست و این دعا را شما همیشه بخونین بر علاوه این که شما سوره بقره و تمام قرآن را تلاوت میکنین. از بارگاه رب منان استدعا داریم که الله سبحانه و تعالی شما را شفای کامل نصیب بکنه. اگر شما به این وصایا و نصایح شما عمل بکنید ان شاء الله که نتیجه مثبت را شما خواهید گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.